در نشست امروز مشران جرگه چگونگی کار رسانه ها در کشور به بحث گرفته شد. نمایندگان این مجلس با انتقاد شدید از کار رسانه ها را به نادیده گرفتن قوانین کشور متهم می سازند. ما از رسانه های محترم خواهش از این داریم که همونطور که در دین مقدس اسلام آزادی بیان یا به طور مثال دموکراسی یا عدالت اجتماعی بیان شده و در خود قانون ما هم اونا در حدود صلاحیت خود حرف بزنند. رسانه ها سارنواد نیستند یا تحقیق کننده که باید از همه مردم افغانستان یا تحقیق بکنند. هر وقتی که مطبوعات و دلازه دستی منفی خبر خوریج باید د مشرانو جرګې کمیسیون په هغه وخت کې اکیل اقدام وکړي او دا خلک راوغواړي، د خلکو ته یو هدایت وکړي، رهنمایي ورته وکړي، او که دا خلک رهنمایي نه مني، هدایت نه مني، باید مستقیما دغه ته معرفي سي چې دا خلک په خپله جزا ورسي. زه به څوم په دې نظر یم، زه به څوم باید سرنواري ته معرفي سي. در همین حال برخی دیگر از اعضای این مجلس حکومت را به بی‌پروایی درباره چگونگی کار رسانه ها متهم می سازند. خلا حکومت بدی که اقدام نکی، ولی حکومت اقدام نکی. فوراً جا امر که لگه طالبان رو بند را و بندی. کمیسیون محترم امور دینی و فرهنگی و تحصیلات عالی و بخش مطبوعات که مسئول ازی است، از تمام رسانه ها، البته مسئولین رسانه ها، در یک وقت معین دعوت بکنه و این ابهاماتی که در یکی دو رسانه رخ داده به خاطر از اینکه در آینده جلوگیری شود در سایر رسانه های تصویری و صوتی، این را با اونا مطرح بکنه و آنچه که به عنوان ابهام به وجود آمده ای رفع شود. این در حالی است که رئیس جمهور کرزی همواره بر آزادی رسانه ها تاکید ورزیده است و از آزادی رسانه ها به حیث بزرگترین دستاوردش در 8 سال گذشته یاد کرده است.